بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. روز جمعه است، جمعه اول ماه آگست. طبق قراری که با شما داریم و در دو برنامه گذشته بهتون گفتم، جمعه اول هر ماه قرار است که با آقای عباس سعیدی باشیم که ایشون مطالعاتی در باره ماده‌گرایی و ماتریالیست داشتن و ممنونم دوستانی سوالاتی کردن، حتی آقای سبا تبار در برنامه گذشته سوالی کردن و آقای سعیدی گفتن که امروز درباره سوال ایشون به اصطلاح پاسخ میدن. من سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم و ممنونم که وقتشون رو میذارن تا من و شما بیشتر آگاه بشیم و یاد بگیریم درباره ماتریالیست و چی هست و چه باید کرد. آقا، من از شما قبلا پرسیدم که آیا این یه روشی برای حکومت و اینها هست، شما من جواب دادید که نه، ولی اگه در اون موردم دوست داشتید و وقت بود توضیح بدید. من هم سراپا گوشم و دوستان در حین برنامه اگر سوالی داشته باشن میتونن روی فیسبوک بنویسن، من برای شما میخونم. شماره تلفن شما رو هم داریم اینجا، چه شماره تلفن خوبی، 206-577-60-60. باید ببینم کی برای شما پارتی بازی کرده این تلفن به این خوبی رو گرفته، ما یه دونه بگیریم. آقای سعیدی، با شما هستیم، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان مردم تیوی. سلام و تشکر از شما. صدا هم خوبه؟ بله بله. عرض کنم به خدمتتون که در مورد ماتریالیسم سوال کردید تا یه روش حکومتی. خیر، این فقط یک دانش، یه آگاهی راجع به جهان، یه جهان بینیه. و در مورد آقای سباتبار هم من اونجا که یادم هست، البته من یادداشت کرده بودم این جمله های ایشون رو که پر از اشکال بود. در واقع اینا اول میخونن جمله های ایشون رو. ایشون گفتن که فیزیک کوانتوم از انرژی بودن همه چیز میگوید. این نظر مذهبیونه، اونها میخوان همه چیز رو با آسمان نسبت بدن و خیلی علاقمند هستن یه راهی پیدا بکنن که این همه این دستاوردهای علمی رو منتسب بکنن به باورهای خودشون و کتابهای آسمانی و به همین دلیل روی انرژی بودن همه چیز به اصطلاح تاکید میکنن، هر جا که بتونند این مبحث رو باز میکنن، در حالی که ماده و انرژی از به هم قابل تبدیل هستن و یک پدیده هستن. بعد در ادامه گفتن که فرضیه نسبیت و ضریب پلانک تعریف جدیدی از پدیده ها کرد. من فکر میکنم ایشون منظورشون از ضریب پلانک زمان پلانکه. ضریب پلانک برای محاسبه انرژی فوتون ها استفاده میشه، یعنی اینکه با ضرب کردن این ضریب در طول موج نور انرژی نوری رو محاسبه میکنن. این هیچ ارتباطی نداره، این جمله بی‌معنیه. احتمالا منظورشون زمان پلانک زمان پلانک تعریف جدیدی از پدیده ها کرد که مثلا خود حس و اندیشه ریشه های فرکانسی دارد. کاملا به نظر من جمله بی‌معنی هستش که تقسیم بندی بین ماده و احساس و یا ماوراء ماده و این ویا نیست. در واقع اینجا جمله شون غلطه. تقسیم بندی بین ماده و احساس و ماوراء ماده و متافیزیک را به هم ریخت. باز این نتیجه گیری حیرت آوره، من نمیدونم ایشون چطوری این نتیجه گیری ها رو کردن. و بعد یک مطالب دیگر، اجازه بدید من این رو کلن عرض بکنم. انسان در هر مقطعی با توجه به نیازهاش به دنبال رفع نیازها رفته و در واقع فیزیک هم همین مراحل رو طی کرده.
زمانی بوده انسان میخواسته کره زمین رو دیسکاور کنه، کشف بکنه، چون کالاشو انسان اروپایی کالای تولید میکرده به بازار احتیاج داشته، برای اون باید اخصانقات کره زمین با کشتیهاش چرخ میزده و بازار پیدا میکرده. خب این دورانی بود که کپلر و گالیله و نیوتن به فریاد این نیازها میرسند و نهایتا دورانی رو به اصطلاح فیزیک یک مرحله رو عبور میکنه، بعد میرسه به مرحله‌ای که انسان میخواسته فضا رو کشف بکنه، فضا رو بشناسه. ما وارد عصر اینشتین میشیم و فیزیک نسبیت. باز در اون مرحله مسئله بیگ بنگ مطرح میشه و چون مسئله بیگ بنگ از انبساط ناگهانی جهان از یک نقطه بسیار کوچیک حرف میزنه و این انبساط با سرعتی به مراتب بیشتر از سرعت نور اتفاق افتاده، خب اینجا فیزیکدان ها دوچار یک تناقض جدی میشن، برای اینکه ماده نمیتونه با سرعت بیش از نور حرکت بکنه و در اون صورت جرمش بی نهایت میشه بر طبق نظریه های اینشتین. بنابراین بایستی میفهمیدن که قبل از ماده چه چیزی وجود داشته که جرم نداشته، که قادر بوده با سرعت بیش از نور هم که یه مسافت بکنه. به این طریق فیزیک کوانتوم مطرح میشه و انسان موفق میشه اتم رو بشکافه و ذرات ریزتر از الکترون و پروتون رو کشف بکنه که به اونها کوارک میگن. و در واقع انبساط اولیه هنوز هم اون لحظات ابتدایی این انبساط از یک ثانیه هایی به قبل رو بشر در حال مطالعه است و نتونسته اسرارش رو کشف کنه، ولی اونچه که مسلمه این انبساط در آغاز خودش هیچ جرم و هیچ مسی وجود نداشته، ماده وجود نداشته، در همون لحظات اولیه این فضا بوده که انبساط پیدا کرده، بزرگ شده با سرعتی هزاران برابر بیشتر از سرعت نور. و بعد در جریان سرد شدن این محیط انفجار و در پایین اومدن سرعت، این ذراتی که اتم رو تشکیل میدند، اتم رو به وجود میارند، پلانک ها، با ذره دیگری اولین هسته های اتم هیدروژن رو به وجود میارن، گفتم با پایین اومدن حرارت و سرعت، و این هسته های اولیه هیدروژن بعدها به مولکول های عظیم هیدروژنی تبدیل میشه و خورشید های قولاس های اولیه شکل میگیره. چرا اون خورشید ها قولاس ها بودن؟ دلیلش اینه که تنها عنصر موجود هیدروژن بوده که یک عنصر بسیار سبکه و برای اینکه کوره اون خورشید های اولیه به نقطه جوش و فشار لازم برسه، باید این خورشید ها بسیار قولاسا بودن تا اینکه کوره های اونها به حد فشار و حرارت لازم برسه. در واقع این خورشید های اولیه که میلیون ها میلیون برابر بزرگتر از خورشید های فعلی بودن، کوره هاشون تبدیل میشه به آشپزخونه تولید عناصر. عنصرهای بعدی در کوره اونها شکل میگیرن، هلیوم و الی آخر. و بعد با انفجار بعضی از این خورشیدهای قولاسا، این عناصر در سطح جهان پراکنده میشن و کهکشان ها و منظومه های مختلف رو به وجود میارن. حالا من وارد اون مبحث دیگه نمیشم، چون عرض کردم من فیزیک نمیدونم، فیزیسیان نیستم، ولی تا همین اندازه که بتونم یه جوابی برای آقای سباتبار داشته باشم، رفتم یه چرخی زدم و یه اطلاعاتی رو جمع کردم که ایشون بدونن که
در واقع با اینجور حرکات وارد یه برنامه شدن که اصلا هیچ ارتباطی به این مباحث نداره کار درستی نیستش. ببخشید آقای سعیدی، خود شما گفتید باور به بیگ بنگ دارین یا؟ خب این تنها نظریه و تئوریه که دانشمندا مطرح کردن از نزدیک 100 سال گذشته و تا به امروز هم همینطور مبانی و اون محکمتر شده، اثبات شده و بشر داره به نقطه صفر میرسه، داره به کشف نهایی نزدیک میشه و رد نشده این نظریه و تئوری. بسیار ممنون. عرض کنم به خدمتون که شما گفتید که ماتریالیسم یه جهان بینی هست، پس اصطلاح مورد استفادهش چیه؟ چون شما یه فیلمی هم فرستاده بودین برای من که آقای دکتری صحبت میکرد و اون دکترم آقای دکتر در ایران چیزایی که میگفت شبیه این صحبتهای شما بود که یه جورایی من خیلی ممنون یادآوری کردید. من اتفاقا اون رو روی فیسبوک خودم گذاشتم و یه مطلب کوتاهی هم نوشتم راجع به این آقای دکتر. خب اون برنامه رو اگر دیده باشید عزیزان، توجه کرده باشن، آقای مدیری در تلویزیون با این دکتر جراح بسیار قابل صحبت کرد. البته شخصیت این آدم و طرز صحبت کردنش به هر چیزی شبیه بود جز به یک جراح مغز و اعصاب. ولی به هر حال اون مطالبی که ایشون میگفت ماشی از نوعی سرخوردگی و ندانمکاری و خودباختگی بود. من این نوشته رو گذاشتم و ایشون در واقع با یک ساده لوحی و بلاحت خاصی وسیله دست مهران مدیری شد برای اینکه این تفاوتی و تسلیم شدن رو یه طوری توجیه بکنه. من برنامه رو نگاه کردم، به نظرم میومد که یا خیلی اهل شوخی هست یا واقعا یه چیزی استفاده کرده و بعدش هم خیلی ها روی همون ویدیو یوتیوب ایشون چیز نوشته بودن که این گویا رابطه یا در خانوادش هم رفتارش خوب نیست و اینها. و آخر من نمیدونم معیار مهمون دعوت کردن توی تلویزیون جمهوری اسلامی چیه؟ خود برنامه گذار تصمیم میگیره یا بهش میگن چه کسی رو بیار که اونو پروموت کنه؟ و هدف این برنامه کلا چی بود؟ من نشون دادم اینو، نسخه عجیب مهران مدیری و مهمان فوق تخصص او برای حال پریشان مردم. من ساکت میشم، شما بفرمایید. باید کنم ببینید ایشون در واقع اون بخش درست گفته هاش اون جایی بود که اشاره میکرد به ماتریالیسم، یعنی به اون واقعیت هایی که در این جهان هست، قانون جنگل، این که هر کسی که صاحب قدرت میشه این ملاحظه چنگ به اون قدرت میندازه و او رو در واقع انسان‌های دیگه یه طوری محکوم او میشند. منتها ایشون توجه نداره، چون ایشون خب اطلاعی نداره از جهان بینی ماتریالیستی، فقط اون رو حس کرده که وجود داره و داره اون رو تعریف میکنه و غافل از این هستش که من در برنامه گذاشتم توضیح دادم آگاهی نسبت به مادی بودن این جهان و عمل کرده مادی جهان و از جمله ما انسان ها، عمل کرده مادی ما انسان ها به اون معنی نیست که ما تسلیم این واقعیت بشیم. گفتم که در جهان هستی ما انسان ها تاریخ به اصطلاح حضورمون در این جهان بسیار، ما مستأجر تازه این جهان هستیم، بسیار تازه. اگر این جهان صدها سال سابقه حیات داره، ما فقط یه چند ثانیه‌ایه که مستأجر این جهان هستیم. و جالب اینجاست که اندیشه ما، اندیشه انسانی در لحظات آخر این چند ثانیه به وجود اومده، یه پدیده نوع اندیشه.
حالا این اندیشه به ما کمک کرده تا مادی بودن این جهان رو بشناسیم، یا به من کمک کرده تا مادی بودن روابط موجود در این جهان رو بشناسم و توضیح بدم برای دیگر عزیزان که این به اصطلاح جهان بینی ماتریالیستی و فلسفه اون که ماتریالیسم دیالکتیکه چه هست. من سعی کردم اینو توضیح بدم که این پدیده اندیشه به ما انسان‌های به اصطلاح رسالتی رو میده که در مقابل این قانون جنگل که حاکمه بر زندگی ما کاری انجام بدیم. این آقای دکتر از این رسالت بی اطلاع است. فقط قانون جنگل اطلاع. آقای سعیدی، از طرفی هم میشه گفت، حالا شما مثال مستأجر زدی ولی من مهمون هتل رو مثال میزنیم، مثل اینه که شما میگین این هتل هست، درسته هتل بزرگی و همه چی هم داره، ولی من اینجا چند شبی بیشتر نیستم، پس وظیفه‌ای هم به اون صورت نداریم. یعنی یه مقداری سهل‌انگاری و همینجوری به اصطلاح هرچه شود شود امور رو میگذرونیم. اینجوری نمیشه بگیم که یعنی یه مقداری بد میشه، نمیخواد کسی درستش کنه، میخواد خب هست، ما هم هستیم، استفاده میکنیم، ما میریم، اینا همینجوری با مرکب تند خودش سواره و جلو میره. اینو شما چی میگید؟ چون من دیدم این آقای دکتر به نظرم بیشتر اینجوری بود، خیلی بیحال همینجوری میگفت حالا هر چی شد شد دیگه، حالا هر کی را بعد. یعنی جالب، هم حالش خوب بود هم حالش بد بود. بله، علت این که هم حالش خوب بود هم بد بود اینه که این آدم نفهمیده که انسانه، نفهمیده که صاحب مسئولیته، نفهمیده که حیات یکی از لذایذش هم جنگیدنه، مبارزه کردنه، موفق شدنه. اینها رو نفهمیده، تسلیم شده، با خودشو باخته. و اگر انسان این چیزها رو بفهمه که در حیات چیزهایی مهمتر از لذایذ مادی هم ممکنه به وجود بیاد برای انسان، انسانهای زیادی حتی جون خودشون رو فدای اعتقاداتشون کردن و اگه باز به دنیا بیان باز همون کار رو تکرار میکنن. چرا؟ برای اینکه وارد یک مرحله ای از باورها و اندیشه ها شدن که خب این کار رو کردن. و من معتقد هستم که لذایذ زندگی و اون چیزی که انسان ها همه بهش خیلی اهمیت میدن جای خودش رو داره و واقعا باید مدیریت بشه. حتی مسئله لذت بردن از لذایذ حیات باید مدیریت بشه. متاگاهی با چیزای اتفاق میفته، مسائلی پیش میاد، مثل اون چیزی که برای ما تو کشورمون پیش اومده. من بارها باور بکنید وقتی رنج مردم ایران رو که خودم هم در اون رنج زمانی سهیم بودم با اونها، وقتی نارسایی های جامعه ایران رو مجسم میکنم گاهی اوقات، واقعا گاهی اوقات به نقطه‌ای میرسم که میگم که ای کاش میتونستم جونم رو فدا بکنم تا دیگران بتونن مثل انسان زندگی بکنن تو کشور. ای کاش بهای از عوض شدن شرایط جان من بود و من اونو به اصطلاح اهدا میکردم تا دیگران نجات پیدا بکنن. واقعیت اینه که آقای سردی، ما انسانها به رغم به اصطلاح تمایل شدیدمون برای کامگیری از زندگی، در مغزمون اتفاقاتی میفته که خیلی حیرت آور، کارهای عجیب و غریب از ما ساخته میشه، یعنی برمیاد که انجام بدیم. آقای سعیدی، عذر میخوام از شما، من این لینک این برنامه رو توی فیسبوک گذاشتم برای دوستان، چون اگه بخوایم ویدیوشو نشون بدیم یوتیوب اذیت میکنه و نمیذاره بعدن ویدیو شما رو بایگانی کنیم. یکی از دوستان هم زنگ زد تلفنی اینجا به من و گله کرد، گفت که آقای سعیدی یه جورایی داشتن اعتراف میکردن. گفتم یعنی چی اعتراف میکردن؟ میگفت که ایشون مسئول به اصطلاح
سال 57 بوده و حالا پشیمون شده و شما نذاشتید ایشون صحبت کنه. گفتم خب من اینو میپرسم دوباره، ولی من فکر نمی کنم این همه افرادی که از به اصطلاح از سیستم حکومتی ناراضی بودن، آزادی ها، بله الان درست میتونیم بگیم آزادی اجتماعی تا حدی بود ولی آزادی سیاسی مردم نداشتن، مجبور شدن برن دنبال اون وعده و وعیدهایی که بعدن تو خالی در اومد. ولی کسی رو به جرم اینکه یک کسی رو باور کرده یا یک هدف خوب داشته که نمیتونید شما تنبیه کنید یا در دادگاه ببرید. اگه لطف کنید یه مقداری برگردید راجع به این موضوع که شما اون موقع بیشتر، چون شما کمونیستا رو هم محکوم کردید که به اصطلاح حرکت چپ این چیز رو منحرف کرده، یه مقداری اینو بیشتر توضیح بدید و من هم قول میدم که ساکت باشم که دوستان دیگه گله نکنن. ضمناً اگر دوستان سوالی دارن من شماره تلفن شما رو میدم بعد از برنامه، لطفا با شما تماس بگیرن 206-577-60-60. شماره تلفن اینجا نوشته شده، روی فیسبوک هم نوشته شده، با خودتون مستقیما تماس بگیرن تا هم برای برنامه های آینده اگر موردی هست باز کنید، هم اینکه جوابشون داده بشه. ضمناً دو برنامه گذشته من به دوستان گفتم که تصمیم بر این شده که شما ماهی یک بار اولین جمعه اون ماه با ما باشید. بفرمایید، با شما هستیم آقای سعید. بله عرض کنم به خدمتتون که خب البته من اشاراتی کردم به عملکرد خودم در دوران انقلاب، منتها شاید سوء تفاهم پیش اومده برای این آقا. نه من اصلا از اون دو آتشه ها نبودم، من یه درونی بودم اون موقع که از حکومت فردی پادشاه به اصطلاح ناراحت بودم و گفتم در برنامه به دلیل عدم آگاهی های کافی بوده این ناراحتی و این ناراحتی ها ابعاد گسترده‌ای نداشت در عمل کرده من. مثلا فرض بفرمایید که من در فقط یادم در یکی از تظاهرات خیابانی در حسب تصادف من شاهد تظاهرات بودم، خب ملحق شدم به دسته های تظاهر کننده. فقط در یک بار من در یک تظاهرات حضور داشتم که در فراه شاه اون زمان این تظاهرات من جدا شدم از تظاهرات و رفتم دنبال کار خودم. این تنها عملی بود که من به طور فیزیکی انجام دادم. یک بار هم بعد از به اصطلاح دورانی بود که پادشاه کشور رو ترک کرده بود و ما رو به شکل به اصطلاح از محل کارمون ما رو به تظاهرات بردن و اونم خب فقط برای همراهی کردن با همکارا و اینا ما را افتادیم و یه مسافتی رو رفتیم و یه شعارهایی هم داده شد و اینا. فقط در همین حد بوده عمل کرده من. و جالب خدمتون رو عرض کنم که وقتی که پادشاه اون سخنرانی رو کرد من در واقع نظرم تغییر کرد و مخصوصا زمانی که برای خمینی سه تا صلوات فرستادن من به شدت پشت کردم به این حرکت و فهمیدم که حرکت حرکت استعماریه و از دوباره اینها میخوان یه هرم قدرت تشکیل بدن. اون دفعه‌ای که پشت انقلاب ایرانه باز فرستادن سه تا صلوات برای خمینی در واقع هرم قدرت رو شکل دادن و فرق این هرم قدرت با هرم قدرت قبلی این بود که در هرم قدرت قبلی اون کسی که در رأس هرم بود یعنی پادشاه سالمترین عنصر هرم بود، یک انسان وطن پرستی که همه تلاشش در جهت ایران بود، از همه لایه‌های زیری خودش سالمتر و فداکارتر بود و این بار درست برعکس شد. کسی که در رأس هرم بود یعنی خمینی مظهر لومتنی جهالت و مسائلی که ابدا ملی نبود، دیدگاه‌هایی که ابدا ملی نبود و به نفع منافع ملی ما نبود. خب اون موقع دیگه من واقعا کامل متوجه شدم که چه به اصطلاح کلاهی به سر ما رفته و خیلی سریع گفتم دو چند روز بعد از انقلاب بود که اون سه تا صلوات رو فرستادن
شاید بتونم بگم 15 روز 20 روز یک ماه، حد زمانش رو دقیقا نمیدونم، ولی خوب یادم این که برای اولین بار که شنیدم سه تا صلوات به دنبال شنیدن اسم خمینی فرستادن، من فهمیدم که چه کلاه بزرگی سرمون رفته. و حقیقتش در همین حد بوده، و الا فکر نکنید که من یه آدم دو آتیشه زد انقلابی بودم، نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. و با وجود این خودم رو مسئول میدونم، با وجود این خودم رو سرزنش میکنم که چرا اون موقع اونطوری من فریب خوردم، چرا اصلا بر علیه نظام توتالیتر پادشاه ایران تیت کردم، شورش کردم. برای این که توضیح دادم اون نظام یک نظام سکولار ملی بود که ایدئال و رویا بود برای ایران. ایران برای رسیدن به دموکراسی، میدونید که من اینو بارها تو برنامه ها گفتم، دموکراسی محصول جامعه سرمایه‌داری پیشرفته است. یعنی یه جامعه ابتدا باید سیستم سرمایه‌داری توش برقرار بشه، طبقات اجتماعی در مقابل هم قرار بگیرن، احزاب خودشون رو تشکیل بدن، و اون وقت پایه‌های دموکراسی ریخته میشه. و از اون مهمتر، دموکراسی معنی واقعیش اونجایی هست که نهادهای مدنی به وجود میان، چون دموکراسی بدون وجود نهادهای مدنی بقایش ممکنه به وجود بیاد، ولی بقایش تضمین نمیشه. تضمینش فقط نهادهای مدنی و نهادهای دموکراتیک هستن که خارج از حکومت تشکیل میشن، مردمی هستن و در واقع نارسایی ها رو باش برخورد میکنن به شکل مردمی. و در همین حد امیدوارم این سوء تفاهم برطرف شده باشه برای عزیزی که تلفن زده. و اجازه بدید من از همین فرصت استفاده کنم، مسئله مهمی رو مطرح کنم. شما خودتون آقای سوربی بارها به اسلام پناه بودن پادشاه اشاره کردید. پادشاه ایران اسلام پناه شد، منطقه نه به دلایل اعتقادات مذهبیش، چون او ثابت کرد به اعتقادات مذهبیش رو در مقابل اعتقادات ملی و به طور انگیده های ملیش ابدا براشون اعتباری قائل نیست، و با عوض کردن تاریخ کشور از مذهبی به ملی و با به اصطلاح وضع قوانین از مجالس ایران که مطلقا سکولار بودن این قوانین و هیچ ارتباطی به شریعت اسلام نداشتن، در واقع هر دو پادشاه پهلوی مردانه سینه سپر کردن در مقابل قانون منحط مشروطیت. باز تکرار میکنم، قانون اساسی منحط مشروطیت. چرا منحط؟ برای اینکه پای عناصر کثیفی به نام آخوند رو به کتاب قانون به طور رسمی باز کرد، مقام پادشاه رو به عنوان حمایت کننده شیعه اثناعشری پایین آورد. و یکی از نقاط تاریک تاریخ ایران بوده این قانون اساسی مشروطیت، دلایلش هم عرض کردم. جنبش مشروطیت اگرچه مردان بزرگ و خوشفکری درش فعالیت داشتن، تلاش کردند، ولی عملاً انقلاب مردم ایران نبود، هیچ ارتباطی به اصطلاح تکامل اجتماعی ایرانیان نداشت، بلکه در رابطه با رقابت بین روس و انگلیس در دربار ایران توسط انگلیسی ها بهش دامن زده شد. نشریات اولیه که چاپ می شد از لندن به تهران فرستاده می شد، در سفارت انگلستان بود که به اصطلاح مشروطه خواهان پناه می گرفتند و ماها اونجا چادر زدند و زندگی کردند. چرا؟ برای اینکه انگلستان از نفوذ روس در دربار قاجار عصبانی شده بود و میخواست به این وسیله مجلس و مشروطیت رو مطرح بکنه تا اینکه دست شاه رو کوتاه بکنه از بسیاری از مسائل و در نتیجه روس‌ها رو
نفوذشون رو در دربار بی اثر بکنه. و بعد از اون که از شمال و جنوب ریختن تهران رو اشغال کردن و مشروطیت پیروز شد، برات برگشت به طور کامل. انگلستان به خواسته هاش رسیده بود در اون مقطع، متمم قانون اساسی مشروطیت رو با حمایت از آخوندها تصویب کردن و اون لجنزار رو وارد قانون اساسی کشور کردن و یک فاجعه بزرگ. پادشاهان پهلوی مردانه سینه سپر کردن در مقابل این قانون اساسی و اونو زیر پا گذاشتن به خاطر اون متمم. خب یعنی فکر نمی کنید توی 57 سال میتونستن درستش کنن، عوضش کنن؟ زمین وقتی که شما میگید که شاه مجبور شده بود به اصطلاح دینی عمل کنه، یعنی یه جورایی شما دارید میگید که به دروغ خودش رو، ولی ایشون خیلی هم اصرار اصرار داشت. مثلا با اون خانم فلاچینی بود، کی بود، با اون، اون اصلا به صورت مسخره به شاه میگفت واقعا شما باور داری که حضرت عباس گرفتتت، امام زمان تو کوچه دیدتت، حضرت علی سردردتو شفا داده؟ گفت بله. بعدم توی مصاحبه‌های بعدی باز پافشاری میکرد که مذهب و دین توی زندگی و تصمیمات ایشون، حتی یعنی باور داشت که این سرنوشت بوده دیگه، این ماجرای انقلاب سرنوشت این بوده، قلم خورده. چون ازش پرسیدن خب پس اگه خدا چیز میکنه الان اون خدا کجاست، به شما چی گفت؟ نمیدونم اون مصاحبه رو دیدید شما؟ بعد یاد خاطرم میاد، اجازه بدید این موضوع رو من کمی بازش کنم. بفرما. خیلی ممنون که گفتید آقای فرودی. ببینید، سیاست اسلام پناهی سیاست پادشاه ایران نبود. ببینید موضوع رو کمی از بالاتر بهش نگاه بکنید. بعد از جنگ دوم جهانی، وقتی اتحاد جماهیر شوروی نصف نیمی از اروپا رو اشغال میکنه و بعد ایدئولوژی مارکسیسم فعال میشه در سطح جهان، حوادث ویتنام، کوبا و سایر مناطق اتفاق میافته و به کمی نزدیک بشیم به مقطع انقلاب ایران، حوادث افغانستان اتفاق میافته، یعنی پادشاه افغانستان هم خلع میشه و جمهوری دموکراتیک به وجود میاد اونجا، در حالی که پشت این جمهوری دموکراتیک احزاب مارکسیستی افغانستان هستن و اینو سیستم های اطلاعاتی غرب میدونه، تجربه کرده ویتنام رو، تجربه کرده مسائل دیگر در اقصانقات جهان رو، پیشروی ایدئولوژیکی مارکسیستا رو، و حالا ایران رو ما نقشش رو نگاه میکنیم، یک ژئوپلیتیک ایران بسیار ژئوپلیتیک حساسیه، نقطه ایه که گلوی در واقع دنیای سرمایه داریه، همه نفت دنیای سرمایه داری اروپا و سایر مناطق همه جا از این خلیج باید عبور بکنه، بنابراین بسیار مسئله حساس میشه برای دنیا. اسلام پناهی مربوط به پادشاه ایران نبوده، مربوط بوده به آقای جورج بال از 1960، وزیر معاون وزیر امور خارجه کندی. اونجا بوده که امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که در مقابل این ایدئولوژی مهاجم مارکسیستی باید احزاب رو، با معذرت میخوام، مذاهب رو باید ساپورت چیز کنن، تقویت کنن. عرض کردم حتی بودایی های ویتنام رو حمایت کردن، بلکه به وسیله اونها بتونند جلوی مارکسیستا رو بگیرن، ولی بودایی در مذهب بودا، در نگرش بودایی، اون چیزی که در شیعه و در اسلام وجود داره مطلقا وجود نداره، اون انگیزه ها. یکی از اون چیزهایی هم که باید تقویت میشد مسئله اندیشه های اسلامی در خاورمیانه بود که باید اینها، این اندیشه تقویت میشد تا مقابل این هجوم ایدئولوژیک مارکسیست ها بتونه یک سدی رو به وجود بیاره. از اون نقطه بود که پادشاه ایران رو متقاعد کردند که مذهب به عنوان یک آلترناتیو در ایران باید باقی بمونه،
و نباید تضعیف بشه. اسلام پناه شدن به پادشاه ایران یک نظریه سیاسی بود، نه یک نظریه مذهبی. امیدوارم که این توضیحی که من دادم یک گرهی رو در ذهن حداقل شما آقای سوربی باز کرده باشه. تمام اون چیزی که در نظام پادشاهی ایران باعث شد مساجد زیاد بشن، این حرکت ها ادامه پیدا بکنه، در واقع ماری بود که در واقع پادشاه ایران رو فریب دادن. چرا فریب دادن؟ و پادشاه ایران فریب خورد. پادشاه ایران پذیرفت که اسلام به عنوان یک آلترنتیوی که در روز مبادا ممکنه به درد بخوره باید حفظ بشه، ولی این در واقع ماری بود که آستین خودش داشت پرورش میداد. از یه چیز غافل بود پادشاه ایران. اگر با این مسئله همراه نمیشد و اسلام رو رفتاری میکرد، این تفکر اسلامی رو همون رفتاری رو باهاش میکرد که پدرش کرد، قافیه رو برده بود. چرا؟ برای اینکه درد با این سیاست اسلام پناهی میخواست به جای اینکه خودش بهای مواجهه با تفکر مارکسیستی رو بده و خودش جلوی اونها رو سد بکنه، میخواست مردم ایران رو تبدیل به سپر بلا بکنه. اگر پادشاه ایران گول غربی ها رو نمیخورد و اسلام پناهی رو نمیپذیرفت، نهایتا اونها مجبور بودن با ارتششون، با امکاناتشون، هر گونه ماجراجویی روس‌ها رو در ایران جلوشو سد بکنن. و این اون مسئله‌ای بود که باعث شد پادشاه ایران، من گفتم ایشون ترس و وحشتش از تفکر چپی چپ به حدی بود که حتی اون تفکر رو به سمت تندروی کشون در ایران. اگر پادشاه ایران یک تفکر منطقی راجع به چپ پیدا میکرد و متوجه میشد که بابا چپ فقط مارکسیست ها و حزب کمونیست کارگری نیست، سوسیال دموکراسی هم چپه، و اگر میرفت به دنبال تقویت سوسیال دموکراسی در ایران و از اون طریق یه دست مودت و دوستی به تفکر چپ در ایران میداد، همه مسائل ایران حل میشد. و متاسفانه پادشاه ایران بازی غرب خورد و مردم ایران سپر بلا شدند برای نفوذ احتمالی تفکر چپ، تفکر مارکسیست لنینیستی اتحاد جماهیر شوروی. امیدوارم عزیزان این نکته‌ای که من گفتم رو به دقت بهش توجه کرده باشید. این یکی از اون نقاط کلیدیه که در واقع دلیل اصلی حوادثیه که نهایتا منجر شد به فاجعه سال 57. در این فاجعه در واقع کشور ما وارد یه مرحله‌ای شد که در برنامه قبل توضیح دادم، وارد یک تونلی شد که بیرون اومدن از اون تونل، برگشتن از اون تونل یه راه یک طرفه میسر نیست برای نظام جمهوری اسلامی. نظام جمهوری اسلامی یا باید فرمانبری بکنه از ارباب‌هایی که او رو سر کار آوردند و یا در مقابل اونها بایسته. این توجه جمهوری اسلامی به چین در واقع دفعه پیش عرض کردم یک بارقه امیدی رو تو ذهن من ایجاد کرده که احتمالا ممکنه باعث بشه که ارباب‌های قبلی جمهوری اسلامی که حالا میخواد به اونا پشت بکنه به فکر اساسی راجع به این نظام بیفتن. شاید توی این میانه فرصتی برای ما مردم ایران ایجاد بشه که خودمون از این وضعیت خلاص ببینیم. شما خوشحال هستید که حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی به طرف چین رفته؟ بله، من بسیار 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 از این موضوع خوشحال هستم. تنها به اصطلاح شانت میدیدم. اگه یادتون باشه 4-5 سال پیشم
اینو در برنامه به طور مستقیم بهش اشاره کردم که فقط و فقط شانس ایران بختی هست که تضاد ایجاد بشه بین قدرت ها در منافعی که در خاورمیانه دارن و به واسطه اون تضاد مجددن ما روی خوشی از طرف امریکا ببینیم، چون دوستی با امریکا برای ملت ایران یک فرصت و یک شانس بزرگه. این امریکایی ها هستن که مایل نیستن این دوستی برقرار باشه، چون منطقی برای ایران سعیدی الان با رفتن آقای برایان هوک و این آقایی که قبلا هم در ماجرای اسلحه بین ایران و آمریکا و اسرائیل دستی داشته، حتی محکوم شد در دادگاه به دلیل دروغ گفتن به دادگاه و اینها، و میگن این تا بیاد توی همین دو سه ماهی که مونده به انتخابات ممکنه باز شروع کنه صحبت کنه با ایران، فکر میکنید نتیجه همون قرارداد چین و ایران هست؟ ضمناً آقای اکبری هم از آلمان روی خط هستن، یه چیزایی نوشتن، هر وقت شما اجازه بدید من میخونم در مورد صحبت. بله، من دفعه پیشم عرض کردم، هفته پیشم عرض کردم این روزها روزهای بسیار حساسیه، اتفاقات دیگری خواهد افتاد. اگه نظریه من درست باشه در آینده نزدیک ما شاهد اتفاقاتی هستیم که همه ما رو متعجب خواهد کرد و البته آقای اکبری اگر مطلبی دارن شما بفرمایید که من تقریباً نظرشون با اون چیزی که من میخواستم بگم ولی خودم رو نگه داشته بودم حقیقتاً یکیه، چون شما گفتید که در رژیم شاه پادشاهی شاه میهن پرسترین و بالاترین بود و اون پایینی ها به اصطلاح فاسد بودن و در رژیم ملاها برعکس بود، ولی من اتفاقا باور دارم که اون قسمتی که شما میگید درسته و شاه با استخدام کردن و نگه داشتن افرادی کمدان و ترسو، بادمجون دور قاپچین و اینها، کاری کرده بود که خودش رو داناتر از همه نشون بده. در همین رابطه آقای اکبری می‌نویسه که پادشاه ایران فریب خورد چون سعی میکرد خودش را قاطی هر ماجرایی بکند. مشکل همینجاست که دولت هیچ کاره بود و شاه سعی میکرد جوابگوی همه مشکلات مملکت باشد که منجر به انقلاب 57 شد. ای کاش ایشان به همان شغل پادشاهی بسنده میکرد. من هم میخواستم بگم خب حالا پادشاه مجبور شده بود، اطرافیان نبودن که بهش. ببینید شما یه وقت میبینی تنها میری توی جاده‌ای، یه ساعت گم میشی، دور میزنی، میچرخی تا بعد میگی من اینجا بودم قبلا. یه وقت دو نفر تو ماشینن، شما تا چپ میری بهت میگن اشتباه رفتی، بعد به جای اینکه مثلا 10 کیلومتر بری 1 کیلومتر که میری دور میزنی برمیگردی. این تنها بودن شاه اینو که دیگه نمیشه بندازیم گردن انگلیس و آمریکا، خودش این کارو کرده بود. هر کسی یکم میومد و ایراد میگرفت، میگو این کار اشتباهه، ما رو داره به بیراهه میبریم، فوراً یه جوری مینداختش کنار. و اینها شما نظرتون در این مورد چیه؟ ضمناً اگر اون سیستم خوب بوده که این دو پهلوی آمدن و مشروطه رو به اصطلاح اینجوری خراب کردن، به مشروطه‌ای که قسم خورده بودن، امروز که آقای رضا پهلوی هم چند ساله، الان 40 سال قسم خورده و عمل نمی کنه، بعد فردا ایشون بیاد در مقابل مشروطه خواهان چی میگه، در مقابل هواداران اسلام چی میگه؟ چون یکی از مشکلات و معضلات ایشون نگرانی اسلامه، میگه من نگران اسلام هستم. اونو شما چجوری تعبیر میکنید؟ بعد این تناقض بزرگیه، جامعه ما با این تناقض درگیر. آقای سوری میدونید راستشو بخواهید، من وقتی که مجلس خطابه یک آخوند رو مدتم میکنم که بالای منبر نشسته و داره صحبت میکنه و خود اولات میگه، از اون آخوند اونقدر احساسم منفی نیست تا اونهایی که پای منبرش نشستند. من بیشتر از اونهایی که پای منبر اون آخوند با دهانهای باز نشستند و خود اولات او رو گوش میدن، از اونها
با اونها مشکل دارن. در واقع تا مادامی که اون پامنبری ها هستن، اون آخوند باید اون بالا بشینه و اون حرفا رو بزنه. اون کهلتال کمک بزرگی کرده به این که اون پامنبری ها بسیارشون بفهمن. و من فکر میکنم هر ملتی شایسته اون حکومتیه که به اصطلاح به سرش مسلط میشه. ما از سال 57 شایستگیمون همون چیزی بود که ساختیم و امروز شایستگی های جدیدی پیدا کردیم. جامعه ایران واقعا متحول شده آقای سربی و تغییرات اجتناب ناپذیره، باید اتفاق بیفته. چون عرض کردم همونطور که انسان در زمینه فیزیک کرد کردم هر جا که نیازمند بوده رفته کشف کرده، اگه خواسته آرتمان رو بفهمه فیزیک انیشتن به وجود آورده، اگه خواسته هستی رو شناسایی بکنه فیزیک کوانتوم رو مطالعه کرده و کشف کرده اصولش رو. و بنابراین انسان ها از جمله ما ایرانی ها برای اینکه حکومت بهتری داشته باشیم ابتدا باید زیربنای فکریمون ساخته بشه. به نظر من این که امسال به اندازه 400 سال راهی که اروپایی ها طی کردن کارگشا بوده برای ما. آقای سعیدی، یکی از دوستان نوشته که باز صد رحمت به چین. چین از سال 1970 تا امروز 50 سال هرگز در جنگی شرکت نکرده، ضمن اینکه آمریکا هرگز یک روز بدون جنگ نبوده. اینم باز به اصطلاح مثل که همراه پیدا کردید شما دوستان به شما. نه اتفاقا ایشون ضمن اینکه مطلب درستی رو میگن، نتیجه گیریه خواستی از اون مطلب میخوان بکنن. ایشون دارن تأیید میکنن که چین میتونه یک به اصطلاح متحد مناسب تری برای جمهوری اسلامی باشه. آها بله. و اتفاقا خب شما که گفتین همینه، شما هم که گفتید که دیگه اگه یعنی آخوندا برن به اون طرف بهتره، شما هم همینه گفتید. من در واقع میخوام بگم که اگر که آخوندها در اتحادشون با چین یه تصمیم استراتژیک درست گرفتن، چون ارتباط اونها با غرب ارتباط ارباب و به اصطلاح نوکر بوده، اونها پاپت غرب بودن، حالا شکمهاشون سیب شده، حسابهای بانکیشون پر شده، نمیخوان در ماجراجویی هایی که غرب اونها رو تشویق میکنه به انجام اونها ادامه بدن دقت بکنید، میخوان بازی رو به هم بزنن، میخوان به ارباباشون پشت بکنن. اینه که رفتن بهترین متحد رو که مناسبات با اون متحد جدید یعنی چین بیشتر به اصطلاح منطقی به نظر میاد برای نظام، چون چین به انرژی ایران احتیاج داره، ایران هم به حمایت سیاسی و اقتصادی چین احتیاج داره. بنابراین حرکتشون حرکت درستیه، منتها برای اینکه بتونن این حرکت رو اجرا بکنن با موانع جدی روبرو خواهند شد. اربابان گذشته، اونایی که این قدرت رو دو دستی به اونا دادند و 40 سال اونا رو حمایت کردند و همینطور از مرحله به مرحله دیگه اونا رو گذار دادن، بهشون اجازه نخواهند داد که این کار رو انجام بدن. من اینطوری میبینم قضیه رو. خب بسیار ممنون. اجازه بدید من یه بار دیگه شماره تلفن شما رو اینجا نشون بدم، به دوستان هم بگم اگر مایل باشن با شما بعد از برنامه تماس بگیرن، چون این برنامه تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه و در فیسبوک باقی میمونه تا زمانی که فیسبوک ورش داره که معمولا ندیدم ویدیویی رو برداره، و در یوتیوب هم بعد از یکی دو ساعت بعد از برنامه قرار داده میشه. شماره تلفن شما هست 206-577-60-60. این شماره تلفن آمریکاست، باید اول
201 رو بگیرن اگر از خارج از آمریکا تماس میگیرن. بفرمایید آقای سعیدی. عرض کنم که من یه اشاره کردم که ما ایرانی ها راه 400 ساله اروپایی ها رو 40 ساله باید پیدا کرده باشیم. البته این تلفار نبوده، من خوب وقتی فکر میکنم به جنبش بابی در ایران و اتفاقاتی که در اون زمان در ایران افتاد، میبینم که حتی مدرنیته از اون موقع به اصطلاح درد باهاش زده شده در ایران. همین جنبش بابی و بهاییت در واقع شبیه اون چیزیه که در مسیحیت اتفاق افتاد برای کاتولیک ها. پروتستانیزم یه جنبش فکری بود که در دنیای مسیحیت بر علیه تندروی کاتولیک ها شکل گرفت. خب اسمش هم گذاشت پروتست، یعنی داره تظاهر، یعنی اومد جلو اون وایساد. ولی شما فکر میکنید بهایی که امروز هنوز خانم ها نمیتونن در بیت العد باشن، همون کاری رو انجام میدی که پروتستان ها انجام بدن؟ امروز خیر، ولی 150 سال قبل، 20 سال قبل این یه جنبش مدرن، جنبش در جهت مدرنیزم بوده در ایران، یه پروتست بزرگ بوده. و منظورم این هستش که این مسئله قدمت 40 ساله به خاطر جمهوری اسلامی نداره. واقعا اندیشمندای ایرانی هر کدومشون که پیشرفت‌های اروپا رو متوجه شدند، سعی کردن کاری انجام بدن. امیر کبیر هم شاید یکی از اونا بوده، خیلی شخصیت ها بودند که در مسیر اصلاحات فکری در ایران قدم برداشتند و بسیارشون هم بهای گزافی رو پرداخت کردن براش. ولی به نظر من این مقطع 40 ساله جمهوری اسلامی بسیار بسیار مقطع مهمیه و نتایج فوق‌العاده‌ای رو به بار خواهد آورد برای آینده ایران. من در این قسمت از برنامه میخوام به این نکته اشاره کنم. عرض کنم به خدمتتون که ما در زمان پادشاه ایران یک سیاست مستقل ملی داشتیم که اتفاقا همونم کار دستمون داد. در زمان جهان دو قطبی بود و رقابت بین دنیای سرمایه‌داری و دنیای سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. غربی‌ها این سیاست مستقل ملی رو به پادشاه ایران نبخشیدند. از این پادشاه ایران با اتحاد جماهیر شوروی قرارداد ببنده، با دو طرفه سیاست موازنه منفی رو دنبال بکنه، بسیار عصبانی بودند. اونا میخواستن همونطور که جمهوری اسلامی 40 سال واقعا بدون مقاومت در خدمتشون بوده، پادشاه ایران رو هم کامل در اختیار داشته باشن. ولی پادشاه به دنبال سیاست مستقل ملی ایران رفت و در واقع خودش هم فدای این سیاست شد، مخصوصا در مراحل بعدی که مسئله قیمت نفت مسئله مشاجره بین پادشاه و دنیای غرب شد و پادشاه کوتاه نیومد. عرض کنم به خدمتتون که خوب یادمه که غربی ها به پادشاه ایران میگفتن که آقا تو نفتت رو خیلی ارزون استخراج میکنی، هزینه استخراج رفت ایران بسیار پایینه و این عادلانه نیستش که تو بخوایی به همون قیمتی که بقیه نفتشون میفروشن نفتت رو بفروشی و سود بیشتری ببری. پادشاه هم به اونا جواب داد که شما هم گندمتون رو خیلی ارزانتر و بی درد سرتر تولید میکنید، چون آب کافی دارید و ما برای این که گندم های خودمون رو آبیاری کنیم باید سیستم های آبیاری طراحی کنیم، سرد بسازیم، ازار یک هزینه بکنیم، شما هم حتی بطن گندمتون رو ما ارزانتر بفروشید. منظورم میکنیم این مشاجره وجود داشته همیشه. و ببینیم ما در مقابل اون ارتجاع تحمیل
شده به قانون اساسی مشروطیت، یعنی اون متمم قانون اساسی. خب یه دورانی داشتیم که پادشاهان پهلوی سر کار اومدن، غرب هم به دلیل ترس و وحشتی که از اتحاد جماهیر شوروی داشت یک نظام متمرکز خوب ملی رو در ایران تحمل کرد و اجازه داد که ایران تبدیل بشه به یک دولت ملت، از اون حالت رعیت و حکومت در بیاد و یک دولت ایرانی به وجود بیاد. پادشاهان پهلوی هم به خاطر شخصیتشون، اعتقادات شخصیشون به اون مسئله دمیدند، به این شیپور دمیدند که ایران، ایرانی ها رو یک غرور ملی براشون ایجاد کردن، مسئله ملیت ایرانی، مسئله ناسیونالیسم ایرانی رو تقویت کردن و ما تبدیل شدیم به خب یک ملتی که یک غروری پیدا کرده بود و در مراحل بعدی به خاطر توسعه سیاسی اقتصادی ایران و یکم این بالا رفتن تحصیلات مردم ایران و باد شدن اون دایره فکری جوانان ایرانی، مسئله آزادی ها و دموکراسی و آزادی های سیاسی مطرح شد در ما ایرانی ها. به همه در نتیجه اون سیاست های ملی بود که پیش گرفته شده بود و خواسته های ما ارتقا پیدا کرد و یک باره خواستیم چند پله رو یک باره طی بکنیم و به دموکراسی برسیم و این همون نقطه‌ای بودش که با سر خوردیم زمین. اتفاقا پادشاه قبل از اونم اون سیاست به اصطلاح باز سیاست کلامه یادم رفت، ولی به هر حال پادشاه شروع کرد به اینکه بایستی فضای باز سیاسی اعلام کرد. اگه یادتون باشه ما و شما که هم نسل هستیم خوب یادمونه که توی مجلس ایران چه خبر بود. هر روز چقدر داد و بیداد و فریاد برای کشف نارسایی ها و دزدی ها و اون کسانی که مسائل رو استفاده میکردن تو مجلس، هر روز قیامتی بود. ببینید مثل همین دزدی هایی که الان تو رژیم جمهوری اسلامی هست و اتفاقا خیلی ها امیدوارن که همینا رژیم رو بریزه پایین. مشکلی که من دارم اینه که وقتی صحبت های شما رو گوش میدم با صحبت دوستان، مثلا اونها شما فضای باز سیاسی رو یک کردیت و اعتبار میدید به شاه برای دموکرات بودن، اونا فوش میدن به کارتر و حتی برمیگردن به کندی، میگن از اون موقع اینا شاه رو زیر فشار قرار دادن تا این مجبور شد فضای باز بده. بله. من با نظر بعضی از عزیزانی که یکمی هم عصبانی تر از من هستم آشنا هستم. البته نظرشون میتونه درست باشه، صاحب باشه. شاید واقعا پادشاه ایران در باز کردن فضای سیاسی ایران کمی عجله کرد و در واقع بازی اینها رو خورد. شاید اینها میخواستن پادشاه رو با این حرکت موذیانه‌شون وارد، یعنی جامعه ایران رو به هم بریزن، چون یه جامعه ای که به طور متمرکز اداره میشه و یک شخصی تصمیم نهایی رو میگیره و مردم حضور کمرنگی دارند، یک باره نباید باز بشه. فضای باز بایستی ابتدا زمینه چینی بشه براش، بعد مطرح بشه. پادشاه اول مطرح کرد و این غلط بود. اول باید زمینه چینی میکرد براش، یه چند سالی زمینه چینی میکرد. وقتی این زمینه برقرار شد، افرادی آماده شدن تا اینجا سر نخ رو بگیرند، اون وقت باید فضای باز سیاسی اعلام میشد. با شما تو این قسمت موافقم. بارها هم گفتم که این به اصطلاح مدرنیزه و مدرنیته این نیست که شما یه سری دستگاه های جدید بیاری، ماشین های پرسرعت بیاری، همون paving the road، جاده رو ساختن، آماده کردن، اون مهمه. تازه اونایی که تو کار جاده سازی هم هستن، وقتی جاده رو میسازن با همه کنترولا،
بازش که میکنن چند مدت چکش میکنن، هی یه دفعه نمیان یه پل بزرگی رو با تمام ظرفیت بفرستن همه ماشینا رو روش که اگر یه کابلش مثلا در رفت همه بیفتن پایین. این اشکال رو من قبول دارم و با شما تو این قسمت میتونیم بگیم بالاخره ما سر یک بحث چیز با هم توافق داریم. خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید من یه بار دیگه به دوستان بگم اگر خواستن در فیسبوک هم الان که برنامه زنده است، الان اینجا ساعت 7:06 وقت واشنگتن پایتخت هست و 4:06 به وقت واشنگتن سیاتل که اون طرف آمریکا هست، ولی دوستان میتونن در هر موقع از شبان روز این برنامه رو ببینن و نظراتشون رو بنویسن و با هم گفت و شنودی داشته باشیم. بازم ممنونم از شما. من ساکت میشم، شما بفرمایید آقای سعید. آقای سعید، من این موقع فرصت نشده از شما بپرسم که این برنامه برای چه مدته؟ یک ساعت و نیمه؟ یک ساعته؟ دو ساعته؟ برای یه ساعته، ولی من هیچ وقت شما رو محدود نکردم. دلیلش هم اینه که چون بعدش برنامه ای نیست که بگم به علت اینکه بعدش با آقای فلانی هستم حرفای شما رو قطع کنم، و یه دلیل دیگه اینه که چون خود من شما بهم اجازه دادید که تو برنامه ها صحبت کنم و منم دارم حرف میزنم، هیچ مسئله ای نیست. شما میخواید تا 90 دقیقه هم برید مثل فوتبال بریم تا 90 دقیقه، خودتون رو محدود فکر نکنید، برید. خواهش میکنم. من در این قسمت اجازه بدید راجع به یه مطلب مهمی صحبت بکنم. همونطور که راجع به ارتجاع مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت و انقلاب دوران پهلوی صحبت کردم، چون ما تنها انقلابی که در کشورمون اتفاق افتاده انقلاب مدرنیسم بوده در ایران، انقلابی بوده که جامعه ایران رو از زیربنا متحول کرده و ما رو تبدیل به یک دولت ملت کرده. اون تنها انقلاب ایران بوده. بر بقیه هر آنچه که اتفاق افتاده دخالت خارجی بوده و در نتیجه ارتجاع، مخصوصا اتفاق سال 57 که یک اتفاق شوم ارتجایی بوده در ایران. چون انقلاب رو به تحول داره، رو به دگرگونی داره، رو به آینده داره، و هیچ به اصطلاح به عقب برگشتنی رو نمیشه بهش انقلاب گفت، اسمش ارتجاعه. در که متاسفانه گاهی اوقات مرتجعین موفق میتن دیگه. امروز میدونی تو حکومت دست لومپنها، عرازل و قوباش، نوه خونها، آخوندها، این گروه، یعنی پسفدین اخشار اجتماعی ایران به سرنوشت ایران مسلط شدن و دارن میتازن دیگه. خب حالا در این مسیر ما بیان یه نگاهی به آینده بکنیم. من دفعه پیش عرض کردم تنها راه نجات ما اینه که یک آرمان سیاسی باید اتحاد ملت ایران بشه. اگه آرمان سیاسی محوری نشه برای اتحاد مردم ایران، مقابله با یک چنین به اصطلاح فرقه تبهکار و تا دندان مسلح کار دشواری و غیر ممکنی. پس تنها راه اتحاد مردم ایران جمع شدن اونها حول یک محور به عنوان آرمان سیاسیه، یک آرمان مشترک سیاسی. و دفعه پیش عرض کردم که اون چیزی نیست جز احیای مجدد پادشاهی برای ایران. حالا میخوام راجع به اون پادشاهی حرف بزنم. ماهیت اون پادشاهی برای آینده ایران چه باید باشه؟ آیا هیچ شباهتی به اون چیزی که در قبل ما تجربه کردیم خواهد داشت؟ جواب منفیه، نه، نخواهد داشت. چون دوران پهلوی ها اگر که ما یک حکومت ملی سکولار داشتیم، ولی تناقض ها و تضاد های زیادی درش وجود داشت و به همین دلیل هم از بین رفت، ماندگار نموند. حالا در آینده ما اگر قرار باشه حول محور احیای مجدد پادشاهی برای ایران متحد بشیم و وارد فاز مبارزات مدنی بشیم با جمهوری اسلامی، چا
چون که قرار نیستش که ما از کشور خارجی دیگه کمک بخواهیم که حمله نظامی بکنه به کشورمون و همه ساختارها و زیرساختهای اقتصادی ایران نابود بشه در جریان سقوط جمهوری اسلامی. نه، باید راه بهتری رو پیدا کنیم و اون راه جز اتحاد ملت ایران حول یک آرمان سیاسی، رفتن به سمت بایکوت کردن نظام و تحریم کردن کلی نظام و از این طریق به ریزش، ایجاد ریزش بیشتر در نظام کمک کردن و نهایتا اتفاقات عمومی و فلج کردن و سقوط نظام. این اون فرمولیه که پیش روی ماست. حالا اون آرمان سیاسی که قرار ما رو قول خودش متحد بکنه، منسجم بکنه، ماهیتش رو باید خوب بشناسیم. یعنی ماهیتش باید اونطور باشه که به ما انگیزه حرکت بده. ما اگه قرار باشه که پادشاهی برای آینده ایران طراحی بکنیم، باید این پادشاهی اساسش محبوبیت پادشاه باشه، نه اقتدار پادشاه. باید در این پادشاهی هرم قدرت شکل نگیره و در نتیجه پادشاه باید یک جایگاه سمبولیک پیدا بکنه در کشور، که ضمن اینکه قانون اساسی یک سری اختیارات رو به پادشاه میده، مثل فرض کنید مواردی مثل جنگ و صلح، مواردی یک محدوده هایی برای نظارت پادشاه و قوای مسلح کشور، یعنی پادشاه حتما بایستی یک نظارت عالیه بر چگونگی نیروهای مسلح داشته باشه. این به اون معنی نیست. البته اینا رو باید اندیشمندا و صاحب نظران روش فکر بکنن، و اون چیزی که الان در این لحظه به فکر من میرسه این هستش که پادشاه باید قانون اساسی اختیاراتی بهش بده که به عنوان پادشاه کشور موقعیتش رو تثبیت بکنه. یکی از اون موارد هست مسئله مدیریت نهادهای مدنی کشور، که من عرض کردم رو بروش خیلی تاکید دارم. یک در اون جایگاه های قرن 21 برای یک نظام پادشاهی. میدونید که دموکراسی در کشور با الزاماً با جدا بودن سه قوه از همدیگه و آزادی مطبوعات و چیزهای از این قبیل بقاش تضمین نمیشه. اون چیزی که بقای دموکراسی رو در هر جامعه تضمین میکنه قدرت کانونهای مدنیه. در همین امریکا هم عرض کردم شاهدهای زیادی ما داریم که قدرت نهادهای مدنی در امریکا چه میزان هست، چقدر بالاست و تعداد این کانون ها چقدر زیاده. در ایران هم، در ایران آینده هم ما بایستی ضمن اینکه جایگاه مناسبی برای پادشاه رو در قانون اساسی پیشبینی کنیم، از اعتبار اون جایگاه پادشاه در این حال میتونیم استفاده کنیم برای اتحاد کانون های مدنی و پادشاه به نوعی رهبری کانونهای مدنی جامعه ایران رو در رتبه پادشاه بگذاری. وکالت این در واقع کانونهای مدنی. هیچ کشور ببخشید آقای سعیدی، هیچ کشور به خصوصی مد نظر شما هست که مثلا بگیم مثل اون کشور، بگیم مثل، خب من شنیدم این کشورهای اسکاندیناوی پادشاهشون با دوچرخه میان تو خیابون، خیلی معمولی زندگی میکنن، و شما چی تو نظرتون هست؟ فکر میکنید که بله خیلی ممنونم آقای سلیمی، خیلی ممنونم از این سوال. ببینید کشورهای اسکاندیناوی وقتی با اون جریان، من توضیح دادم در یکی از برنامه‌ها که وقتی جامعه سرمایه‌داری اروپا شکل گرفت و این جامعه خواست در امور سیاسی حکومت‌های توتالیتر آن زمان اروپا مشارکت بکنه، مسئله پارلمانتاریسم در اروپا مطرح شد و
بعد از انقلاب فرانسه مسئله جمهوریت عنوان یک سیستم ندایی مطرح شد. کشورهای پادشاهی اون زمان در اروپا وقتی مسئله پارلمان مطرح شد نیامدن نظامهای پادشاهیشون رو برچینند و جمهوری بکنن خودشون رو، اومدن پارلمان رو به نظام پادشاهی اضافه کردن. تو به این موضوع باعث شد که پادشاه رفت به یه جایگاهی در حاشیه و پارلمان امور اداری و مملکت رو در اختیار گرفت. ما اون کار رو نباید بکنیم که در واقع فقط از اون روش استفاده. ما قد در قرن 21 هستیم، ما باید از مکانیزم، از سیستم پادشاهی به عنوان یک مکانیزم کنترل استفاده بهینه بکنیم. اول باید این سیستم پادشاهی رو ما یک تحلیل جدیدی ازش داشته باشیم. چه ارزش هایی در درون یک سیستم پادشاهی هست؟ جالب اینجاست عزیزان، هموطنهای عزیز، همه اونهایی که به سیستم پادشاهی میتازند بزرگترین ایرادشون به این سیستم اینه که این سیستم موروثیه. اتفاقا وقتی من به مکانیزم به عنوان از هر سیستمی به عنوان یه مکانیزم کنترل حرف میزنم، منظورم اینه که همین پدیده موروثی بودن پادشاهی رو ما به عنوان یه مکانیزم ازش بهره برداری کنیم، به عنوان یه ارزش، به عنوان یه پدیده‌ای که کارایی های رو ایجاد میکنه. چطور؟ شما وقتی که یک خانواده رو به طور موروثی در یک جایگاه قرار میدید و یک شأنی برای اون خانواده تعیین میکنید در قانون اساسی به عنوان خاندان پادشاهی، یک کردیت میدید به این خاندان، از همون کردیت میتونید استفاده کنید برای تقویت نهادهایی که در جهت منافع ملی بهشون نیاز داریم. و من دارم این مسئله رو تئوریزه میکنم برای ایران. ایران باید این باب رو باز بکنه برای همه کشورهای پادشاهی در دنیا. که پادشاه یه شخصیت نیست که بره بشینه خودشو باد بزنه در یه محلی که اگه روزی قانون اساسی مواردی توش اومد بهش احتیاج شد وارد صحنه بشه. نه، پادشاه باید حضور فعال در جامعه داشته باشه و این رو ما باید به جهانیان آموزش بدیم. در آینده نظام پادشاهی ایران همونطور که در ابتدا بدعت این کار رو گذاشتیم ما ایرانی ها و اولین پادشاهی، شاید یکی از اولین های، شاید هم اولین بودیم در دنیا، من اطلاع تاریخیشو الان حافظم یادی نمی کنه که روش تاکید کنم، ولی ما به هر حال از مبدعین این تفکر بودیم. ادعای اون مالیتی از کسانی به طلاق کشورهایی بودیم که نظام پادشاهی بسیار پیشرفته در گذشته داشتیم. پس باید امروز هم پیشرو باشیم در دنیا. و به همین دلیل که من معتقدم حتی عزیزانی که اشاره میکنند وکیل پادشاه وکیل مردم هست، اینوی یه جور پروژیگر این تئوری من هست. وقتی پادشاه باید اصطلاح میشه وکیل مردم، در واقع کانونهای مدنی جامعه رو بایستی مدیریت بکنه، رهبری بکنه، یه آدم بیکاری نیست. آقای سعیدی، دوستان میگن که مصر اولین کشوری بوده که کینگدم یا پادشاهی رو شروع کرده و پادشاهی هم به نام آشور یا آسور به اصطلاح اون بوده. بله بله، باید. البته خب ما ایرانی ها این افتخار داشتیم که در واقع پادشاهی داشتیم در حد پادشاهی کوروش که یک نشانه های خوب و مثبتی از خودش در تاریخ به جا گذاشته که حتی امروز هم ابنای بشر بهش افتخار میکنه. و بنابراین ما باید در آینده هم این نقش رو تداوم بدیم. این مسئولیت رو برای نسل‌های بعدی ایران به پادشاهی به اون چشم سنتی غلط نگاه نکنید. پادشاهی، سیستم پادشاهی یک مکانیزم کنترلیه، همونطور که در هر مکانیزم دیگه‌ای
نکات مثبتی هست، نکات منفی هست. در سیستم پادشاهی هم ما باید نکات منفی رو به حد اقل برسونیم و از نکات مثبت حد اکثر بهره برداری رو بکنیم و فراموش نکنیم که نظام پارلمانتاری شکل درست و بسیار علمیش در نظام پادشاهیه که میتونه محقق بشه و نه در نظام جمهوری. نظام جمهوری هر 4 سال به 4 سال یه فردی میاد تا شکیرشو پر کنه و نمیدونم اطرافیانش رو یه جوری راضی بکنه، 4 سالش 8 سالش تموم میشه میره، باز از دوباره یکی دیگه میاد میخواد همون کارا رو تکرار بکنه و ما میتونیم این مشکل بزرگ رو حل بکنیم در سیستم پادشاهی و در واقع به حد اقل برسونیم مذراتش رو و در این حال همونطور که عرض کردم از محبوبیت و کردیت خاندان پادشاهی برای تقویت کانونهای مدنی کشور حتی اکثر بهره برداری رو بکنیم. بله. اونجا جالب بود شما گفتید که باید یه سیستمی باشه که کنترل کنه که طرف به اصطلاح به صورت یک قدرت واحد و اون در رأس هرم قرار نگیره. اون جالبه. آقای اکبری نوشتن که متاسفانه پیاده کردن فرمول اتحاد در ایران مشکل تر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم که اگر هم موفق شویم بزرگترین صد دموکراسی همانا بادمجان دور قابچینان هستند که در ایران قدمت تاریخی دارد. این را به وضوح در سیستم پادشاهی و در سیستم جمهوری اسلامی تجربه کرده ایم. نظر شما در این مورد چیه که هر چقدر هم قانون خوب بذاریم و اینها باز افرادی هستن که اینها رو خراب میکنن و سوء استفاده میکنن ازش؟ بله، متاسفانه در دوران پادشاه هم بسیار از این آدم ها بودن در اطراف پادشاه خودش. شاید علم یکی از اونها بود، عنوان عامل انگلستان پادشاه رو تشویق میکرد به خودمحوری و با اون بله بله قربان گفتن ها و تا کمر خم شدن هاش در واقع شاید یکی از شخصیت هایی بودش که در سوق دادن پادشاه به اون جایی که رفت نقش بسیار مهمی رو بازی کرد. ما باید بدونیم بازی های بسیار زیرکانه و مزورانهی استعماریرها بلدن و نمونه های دیگه زیادی داشتیم. از کردم از 3 تا صلواتی که برای خمینی فرستادن، خمینی رو در هواپیما وقتی که به ایران می آمد به یاد بیاری، حتی وقتی که از سوال کردن که احساسی داری و گفت هیچ، خیلی ها با خودشون فکر کردن که او عجب پیرمرد واقعیه. نه، اون بود که خمینی ناشی از ترس و وحشتش بود. خمینی نمیدونست وقتی از هواپیما پیاده میشه که سرنوشتی در انتظارشه، با وجود این که همه بهش میگفتن که همه چیز خوبه، ولی این پیرمرد یه پیرمرد کم سواد بود، یه آدم به اصطلاح یک آدم مذهبی خشکمغزی بودش که دنیاش بسیار محدود بود. در اون لحظه واقعا وحشت داشت، نمیدونست چیزی در این انتظارشه. اون کلمه ریک ناشی از ترس بود، نمیخواد اظهار نظری بکنه که بعداً در جوابش بمونه. ولی وقتی اومد پیاده شد و اون به اصطلاح استقبال رو دید و در بهشت زهرا اون جمعیت رو در مقابل خودش دید، شاخهاش به عنوان یک غول، یک هیولا بیرون زد. اون وقت بود که تمایل پیدا کرد تو دهن دولت بزنه و بعد هم 3 تا صلواتی که براش فرستادن او رو تبدیل کردن به یک موجود افسانه‌ای که خودش هم هرگز نتونه این جایگاه خودش رو حرم بکنه. خمینی مادامی که زنده بود هرگز نتونه بفهمه در چه جایگاهی قرارش دادن، چون ذهنش قادر نبود اون مسئله رو پدیه تحلیل کنه. در واقع ما مردم هستیم. ما مشکل گفتم خدمتون عرض کردم، مشکل آخوندی که بالای منبر نشسته خود اولات دیگه نیست، مشکل پای منبری ها هستن. ما مردم هستیم،
عرض کنم من یک نکته بسیار مهمی رو میخوام الان بهش اشاره بکنم. مسئله کانون‌های مدنی که من گفتم برای آینده ایران، من پیشنهاد میکنم به همه عزیزان، به همه صاحب نظران، وکلا اساتید دانشگاه، روزنامه نگارها، قضات دادگستری، همه عزیزانی که در خارج کشور هستند، کانونهای مدنی خودتون رو تشکیل بدید در همین خارج از کشور. با همفکران خودتون این کانونها رو تشکیل بدید، چون این کانونها بایستی به وجود بیان در خارج از کشور، کار بکنند، بعد در مجمع عمومی دور هم جمع بشن و در واقع نکته کانون‌های مدنی آینده داخل ایران رو در خارج از کشور بریزید. ازتون درخواست میکنم و حتی شما باید یک تلویزیون به عنوان ارگان خودتون داشته باشید که این تلویزیون، من نمیدونم چه تلویزیونی باید باشه که سر نخش سپاه پاسداران یا اصلاح طلب ها وصل نباشه، بالاخره پیدا میشه، یا این تلویزیون میشه به وجود. سعیدی، این کانون مدنی که شما میگین و مخصوصا چون شما میگین در خارج، چیه؟ شبیه حزب چیه؟ چون ما میبینیم مثلا سازمان مجاهدین هم میگه کانون نمیدونم شورش چیز، مردم حقیقتا نمیدونن چه کار باید بکنن. منیفستی داره، اساسنامه‌ای داره. این خیلی موضوع خیلی ساده است. بفهم. در ایران در زمان پادشاه کانون نویسندگان ما داشتیم. همین آقای نوری علا عضو اون کانون بود. اینها اومدن ادعا میکردن که ما رفتیم از دولت خواستیم که ما رو به ثبت برسونه. در حالی که کانون‌های مدنی الزاماً نیازی نیست که به ثبت برسن. همین که عده‌ای مثلا همه وکلا یه عده وکیل تصمیم بگیرن که یه نشست ماهیانه ای با هم داشته باشن و راجع به مسائل تخصصی خودشون و اون چیزی که در ارتباط با مسائل کشورشون هست با هم مشاوره کنن، تبادل نظر بکنن، این کانون تشکیل شده. کانون های مدنی در داخل کشور ماهیتاً خود نگاه میکنن به نحوه اداره امور کشور، قوه کشور رو زیر نظر میگیرن و هر کدوم با توجه به تخصصشون اگر لازمی باشه نقد میکنند عمل کرده ها رو و راهنمایی میکنند. ولی اینجا ما در خارج که خب حکومت جمهوری اسلامی رو این کانون هایی که میتونه تشکیل بشه، البته میتونن نقدهای لازم رو راجع به جمهوری اسلامی انجام بدن و حتی توصیه هایی به مردم حاکم خارج از کشور داشته باشن. من فکر میکنم وجود این کانون های مدنی در خارج از کشور زمانش رسیده و باید ما نویسندگانمون متحد بشن، با خودشون کانون های خاص خودشون رو به وجود بیارند و همینطور سایر گروه های فکری. این پیشنهاد من هست. امیدوارم که یه روزی جامعه ایرانی در خارج از کشور، خصوصا در اون مناطقی که ایرانی ها متمرکز هستند و تعداد زیادی ایرانی زندگی میکنند، این کانون ها شکل بگیره و حتی یه تلویزیون به عنوان ارگانشون معرفی بشه که اونا رو حمایت بکنه. این آرزوی من هست که عرض کردم. بسیار ممنونم از شما و امیدوارم که بتونیم با صحبت کردن در این موارد یه مقداری این راه صحبت کردن و گوش دادن و اینها رو هموارتر کنیم و بتونیم با هم حتی اگه مخالف هم هستیم صحبت کنیم. ما در چند سالی که هستیم اینجا نشون دادیم که با هر کسی
اتفاقا یه دوست دیروز به من زنگ زد گفت هفته آینده چهارشنبه و پنجشنبه هستی؟ میخوام به فلانی و فلانی و فلانی هم بگم بیان. با اینا مسئله نداری؟ گفتم من با هیچ کس رو کره زمین مشکلی ندارم، فقط نمیگم کره بالای زمین و اینا، چون هنوز اونا رو ندیدم، شاید با اونا مشکلی داشته باشم. ولی من همون بهترین نمونهش دوست مشترک اون آقای بهکام هست که وقتی که آمد و با من صحبت کرد و اینا، گفت که آقا من اصلا چقدر در مورد تو اشتباه میکردم و اینها، در صورت امیدواریم اونم هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه. خیلی ممنون که با ما بودید، به آخر وقت رسیدیم. اگر باز صحبتی دارید بفرمایید، من گوش میدم، اگه نه که خیلی ممنونم آقای دکتر. تشکر میکنم از عزیزانی که وقت گذاشتن، امیدوارم که وقتشون رو تلف نکرده باشن. ما هم از شما ممنونیم که با ما بودید. برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم و امیدوارم باز در آینده با هم باشیم و بتونیم صحبت کنیم و اگر مشکلی هست با هم دیگه حلش کنیم. خیلی ممنون آقای سعید. من بعد از برنامه میخوام با شما تماس تلفنی بگیرم، شما تشریف دارید دیگه؟ بله بله، بهم زنگ بزنید. خیلی ممنون آقا، آخر هفته خوبی داشت، حالا صحبت میکنیم. مرسی، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم، کسی که متریالیست و متریالیزم رو خوندن، سالها تحقیق کردن و امروز به این نتیجه رسیدن که سیستم پادشاهی برای ایران مناسب ترین سیستم است. اگر شما هم در این مورد حرفی صحبتی دارید، میتونید در تلویزیون مردم بیاین و مهمان ما باشید، ولی مهمان یه باره دو باره، مهمانی که بیا تا هر روز بخواد بیشتر از خود ما صحبت کنه. آمریکایی‌ها میگن مهمون مثل ماهیه، اگه زیاد بمونه بو میگیره. بعضی ها میگن مهمون مثل نفسه، وقتی میاد داخل خوب اکسیژن بهت میده، ولی همین اکسیژن رو اگه نگه دارید تبدیل میشه به گاز کربونیک و خفتون میکنه. آخر هفته خوبی برای شما آرزو میکنم، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش.